یو اسکوت چطورین بچه ها؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. بر دی ال پی هستم، خوش اومدید به پارت هفتم بازی اینترنت کافه. بچه ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که به محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما با خبر بشید، بیاید ویدیوها رو ببینید و کلی حال کنیم با هم دیگه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم تو دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم، حتما تو اون دو تا هم جوین بشید. تو اینستاگرام هم میخوام یه ویدیوهایی منتشر کنم که تو یوتیوب نمیذارمشون. تو کانال تلگرام هم دارم لینک دانلود بازیایو میذارم که شما خیلی دوستشون داشتین. بدون معطلی بریم سراغ پارت هفتم. طبق معمول دوباره روزمونو با خوردن غذای خفنه توی یخچالمون شروع میکنیم. چند مدل غذای مختلف پارت قبلی خریدم، الان اومده توی یخچال که همه‌شونو نمیخورم، یه دونه‌شو بیشتر لازم نداشتم، اوکی شدم. و بدون اینکه وقتو تلف کنم میخوام برم توی مغازه. 6700 دلار امروز پول دارم و کلی چیز خفن میتونم بخرم. میخوام یه کافینت را بندازم که هر کی از جلوی درش رد بشه پراش بریزه، یعنی یارو باورش نشه مگه ممکنه همچین کافینت خفنی باشه تو این شهر به این داغونی. آخه ببینید فقط تو این پارت من چیکار میکنم با این کافینه. هرچی میریم جلوتر انگار آشغالایی که میام میریزن تو مغازمونم بیشتر میشه. من انگار باید 7 8 10 تا بادیگارد بذارم اینجا، یه دونش فایده ای نداره. راستی آشپزخونه رام را انداختیم و کلی پول فقط از سفارشاتمون در میاریم دیگه. از این به بعد یارو میاد واسه خودش اینجا سیگارم میکشه راحت میره، اصلا براش مهم نیست اینجا مغازه است، محل کسبه، ما داریم اینجا کار انجام میدیم، مردم میان میرن. نمیدونم کدوم بی شرفی میاد میرینه تو مغازه ما هر روز. من دیگه واقعا خسته شدم از دستم. داداش زیر پات گویی اشکالی نداره، هات داگ میخوای. آها این داستانم فهمیدم که چی جوریه. بعد بیای اول اینجا بخری غذا رو، بعد به آشپزت سفارش بدی که برات درست کنه، بعد خودت ورداری بری تحویل بدی. کاشکی میشد فقط یه دونه گارسون هم اینجا میتونستین استخدام کنیم که سفارشا رو بیاره ببره بده به مشتریا، چون انگار خیلی دیگه کارهای زیادی من بعد انجام بدم. برای اینکه هی دونه دونه نخوایم بیایم بریم، من تمام این چیزایی که الان خریدم قبل لانو سفارش میدم آماده بکنه یارو، همینجوری بریزه کف آشپزخونه، من میرم برمی‌دارم. این کارو که انجام دادم دوباره میام پر میکنم که هر کدوم از اینا ما 10 تا داشته باشیم، هر کی سفارش داد آماده بندازیم جلوش کوفت کنه دیگه، نق نزنه یارو. فقط هر چی دلتون میخواد هست، 10 تا از هر کدوم. سوسیس داریم، نون هات داگ داریم، نون برگر داریم، آب معدنی داریم 10 تا. آب معدنی البته زیاد داشتم ولی همین اوکی دیگه. خب راستی ماینرام هم یادم رفت روشن کنم، فکر کنم اینا رو هم دوباره باید بکنم بزنم به دیوار تا روشن بشه. همشون خاموش شده باز. بذار اینا رو هم اوکیشون بکنی. یه دونش این ماینر دوم، اینم ماینر سوم. اوکی شد. بعید میدونم هنوز به یک رسیده باشه کریپتوامون، ولی اگه رسیده باشه میفروشمش. این یارو که سوسیس میخواست کجا رفت؟ شد رفت بیرون. کلی چیز میزم من رو میز گذاشته بودم، همه رو اومده برداشته که رفته. انگار نمیشه من بشینم اون زیرو تمیز کنم. چی جوری اون کثافت رو من تمیزش کنم از اونجا؟ ولش کن دیگه، حالا مهم نی. خب بچه ها سفارش اگه داشتین حتما به من بگید، براتون آماده میکنم. همه چی داریم امروز تو مغازه. الان حرکت بعدی که میخوام انجام بدم، میخوام برم یه دستگاه باحال بخرم بذارم توی مغازه بجز کامپیوتر. یه چیزی بخریم که بچه ها بیان باش بازی کنن. آرکید ماشین مثلا ببینم چیا هست. یه چیز خیلی باحال بذارم که هر کی میاد تو عشق کنه باش. یه گرونترینش شنده 4799 دلار. همینو میخرم بیاد. 2195 دلار دیگه هم مون. الان من یه دونه صندلی با یه دونه کیبورد اضافه دارم. میتونم یه سیستم دیگه هم کاراشو بکنم کنم که جمع بکنیم. یه دونه کیس ارزون مثلا واسش بخرم. یا ابوالفضل اینا چیه؟ چقدر گرونه کیس این؟ 5000 دلار این چیه؟ این مثلا چه چیز خفنیه، خیلی خفن بود. کیس کامپیوترم خیلی گرونه البته. کیبورد رو حالا میشه ازش صرف نظر کنیم اگه بتونم با این پوله یه دونه لپتاپ دیگه بخرم. یه لپتاپم اگه بتونیم اضافه کنیم خیلی خوب میشه. یه سیستم دیگه هم راه میندازیم. لپتاپم 1499 دلاری داریم و 2566 دلاری که من چون میزم میخوام همین 1499 دلاری رو میخرم فعلا که بتونم یه میز دیگه هم بگیرم. میزا کجا بودن؟ میز کو لعنتی، میز کجاست؟ میزو بیا سریع من لازم دارم. خب یه دونه میز 299 دلاری هم می‌خریم، بازم 1000 دلار برامون مونده. تازه هنوز دستگاه رو من نیوردم توی بازی. بذار ببینیم سفارشمون اومده یا نه. خیلی دوست دارم این دستگاه رو زودتر ببینمش. خیلی باید چیز خفنی باشه. اومده؟ بله، مثل اینکه لپتاپمه. بذار اینو ببرم بندازمش تو نیام بدوزنش.
برو فعلا اونجا. لپتاپم محکم، خراب نمیشه به این راحتی ها. این چیه؟ اینم میزه است. میزه رو میذارم همین بغل. البته میخوام اون دستگاه آرکیده رو اگه جا بشه بذارمش اینجا. بذار فعلا میزو میذارم این طرف. ببینم دستگاه جا میشه. اگه دستگاه بغل در جا بشه خیلی خوب میشه. اوه اوه چه چیز خفنی. به به. عجب چیزیه این. جا هم میشه فوق‌العاده. فوق‌العاده خیلی خفن. به به. عجب دستگاهی بابا ریکالا. خب میخوام تا جایی که بشه همینجا سیستم بذارم، ولی بیشتر از این فکر نکنم دیگه بشه گذاشت. خیلی دیگه داغون میشه قیافه کافینت اگه بازم بخوام میز بذارم اینجا. میز رو بذارمش این طرف. تیه هی مزاحمه و همش تو راه منه. تو یه دقیقه بیا برو اون طرف، برو گم شو یه دقیقه جایی من نبینمت. ای بابا این پاشو گذاشته رو دم ما. دیگه مجبوریم بیایم این ور کافینت رو بندازیم. از همین گوشه شروع میکنم سیستمای جدیدو بچینیم دیگه. این لپتاپ که همه چی با هم روش هست، اینم یه دونه صندلی نیمه حرفه‌ای مثلا برای این لپتاپ. باز از بقیه صندلیام خیلی بهتره. این کیبوردم فعلا به دردمون نمیخوره، میندازمش این طرف نیام فقط بدوزنش. اینم بره اینجا. تیم با خودم ببرم بیرون. باتومم راستی کجاست؟ امروز اصلا ازش استفاده نکرد. داداش نیا تو، تو رو قرآن، تو برای چی میای تو آخه؟ چرا میای به هم بریز اینجا رو؟ بیا بیا دقیقه این ور تو، الان میام پیشت، الان میام بهت کمک میکنم. بیا دقیقه. گم شو بیناموس دیگه، برای چی میای تو مغازه آخه؟ خاک تو سرت. آقا کسافت کاری هم با سیستم های من بکنید امروز دیگه میزنم. امروز شوخی ندارم، رحم نمیکنم به ایش که میزنم دهنتون رو سرویس میکنم. خب با تو هم میندازمش همین ور. خلوت شده امروز، مشتری زیاد نداریم. چه خبره؟ آدم آدم زیاد نمیاد. یه دونه دیگه این صندلی هم یارو آورده میشه خریدو. بذار این موسرم بخریمش، اینم به کارم میاد. میتونم بعدن واسه سیستم دیگه ازش استفاده کنم، چون یه دونه کیبوردم اینجا اضافه دارم. یه کامپیوتر داغون دیگه هم جمع میکنم من مثل اینا. بعدن که به درآمد خوب رسیدیم همشونو میفروشم عوض میکنم. بچه‌ها سفارش دارین؟ کلی غذا آماده کردیم ها. هیچکی چی نمیخواد. حالا ما که آشپزخونه نداشتیم همش چیز میز میخواستن و الان که آشپزخونه رو داریم هیچکی چی نمیخواد. تو نوشابه میخوای مثلا که yeah. این مال تو، نوش جونت، بزن حال کن. کسی دیگه چیزی نمیخواد؟ سفارشی نداریم بچه‌ها؟ بیاین با این دستگاه خفن بازی کنین بابا. این چه چیز باحالیه. کاش خودم هم میتونستم باهاش بازی کنم. خب 3000 دلار دیگه هم پول داریم، میتونیم یه چیز دیگه هم بخریم. بذار ببینم دستگاه دیگه چی هست. این دستگاه هم خوشم اومد، چیزای باحالی هم. یه دونه کنسول هم بدم نمیاد بذارم بچه ها باش بازی کنن. گیم کنسول ببینم چیا هست. این چیه؟ PS4 PS5 نداره؟ باید داشته باشه فکر کنم. تو آپدیت جدیدش PS5 هم بیاد. یه دونه PS4 مشکی بگیرم. این چیه؟ چه کنسول عجیبیه، ندیده بودم تا حالا این شکلی. دستش فقط 650 دلاره بابا لعنتی ها. چه خبره؟ همون فکر کنم دستگاه آرکیده رو بذارم به صرفه تر باشه، خیلی گرونه اینا. یا سیستم بذارم یا دستگاه آرکید. ترجیح هم اینه که با این پولی که الان دارم فعلا یه دستگاه دیگه بذارم، فکر کنم بیشتر از همه چی به دردم بخوره. بذار ببینم چی میتونیم بگیریم که باحال باشه و بیاد به رخ مغازمون یه ذره. این 3000 دلاری هم خوبه، این 4000 دلاری هم خوبه، فقط فرق داره دیگه با این. بذار این 4000 دلاری رو میخرم. کل پولمو دادم واسه تفریح بچه‌ها. من اینجوریه شخصیتم، هر چی دارم و میدم که فقط حال کنن مشتریا. اصلا دنبال این نیستم که پول جمع کنم. این داره خاک بر سری اینجا انجام میده. بزنمش سیستمم به هم میریزه، ولی گفتن بزن. چند تا بچه‌ها تو کامنت‌ها گفتن بزن، منم میزنم، هیچی هم برام مهم نیست دیگه. برو گم شو، اینجا جای این کارا نیست. آشغال کثافت. کافینت من جای این کثافت کاریا نیست. همه‌شون هم میان میشینن پشت این سیستمه. خیلی جالبه واسم. کسایی که میخوان این غلطو بکنن اینجا میان میشینن پشت این سیستم. دوستان سفارشی چیزی؟ هیچکی چی نمیخواد؟ گشنتون نیست؟ غذای خفنی داریم و خیلی چیزای باحالی دارم تو مغازه. این دستگاه که دارم میبریمش اون طرف. اینجا خیلی باحال‌تر میشد اگه میتونستم بذارم. مثلا اینجا هم اگه بذارم بدی نیست. خیلی راه میز رو میگیره، ولی خب خوشگل‌تره اگه بتونم بذارم اینجا دستگاه رو. میذارم بغل در آشپزخونه. کاری هم به اون میز نداره دیگه زیاد. خیلی کاری نداره. میتونه بشینه یارو. الانم نشسته داره کارشو انجام میده. هیچی هم مزاحمش نیست دیگه. بذار من یه نگاه بندازم ببینم کریپتوامون چه خبره. به یک رسیده یا هنوز داره زور میزنه بره بالا لعنتی. خیلی کنده. البته تعداد ماینرام هم خب خیلی پایینه، ولی اوه حالا حالا مونده تا به یک برسه. فعلا 300 تا. تازه هکرم نیومده سراغمون هنوز. هکر اگه بیاد که هیچی دیگه. خب اینا هم خدا رو شکر با هم دیگه کنار میان، قشنگ میتونن کار کنن. میتونم اینو بذارم اون طرف، میزه رو بذارم اینور که ذره رخش بهتر بشه.
این آشغاله این زیر تو مخ منه، اگه میتونستم اینو تمیزش کنم خیلی خوب میشد. پاشو برو یه دقیقه من صندلی رو بکشم اونور ببینم میشه اینو تمیزش کرد. نشستی راحت پاتو کردی تو گوه، خبر نداری اون زیر چه خبره. تو هم داری کثافت کاری میکنی که اینجا. بابا عجب گیری افتادیم. شما تو خونه هاتون لپتاپ و کامپیوتر ندارین؟ هی بلند میشین میان اینجا میرین این تو اعصاب من. آقا این کیسو بذار سر جاش. مانیتور رو تکون دادم، اینم سر جاش. موسم باید درست کنم دوباره. یه ضربه میزنی کل سیستم به هم میریزه یه دفعه. اه مانیتور رو برعکس گذاشتم اینوری به چرخون. باری کله اوکیه، خوبه، نسبتا بدی نیست. حرکت بعدی که میخوام بزنم اینه که این دوتا مانیتور رو عوض کنم. اصلا خوشم نمیاد این دوتا. $2,007 الان پول دارم، این دوتا رو اگه بفروشم فکر کنم دوتا مانیتور معمولی بتونم بخرم. بذار ببینم یارو چیزی نیورده دیگه، چیز به درد بخوری فعلا اینجا نیست. امروز که چیزی نیست، شاید برم بخوابم بیدارشم یه چیزی باشه. این فنه چی بود افتاده بود اینجا؟ دوزی بود، آشغال بود انداخته بودن اونجا. پول بهم داد، چیکار کرد؟ خریدمش. چیز جالبی بود، به دردم میخورد. کجا رفت؟ نفهمیدم اصلا چی شد. اتفاق عجیبی بود. یه چیزی بود که تا حالا ندیده بودم. آها مال این یارو بود. چرا انداخته بودی اونجا داداش؟ بی خودی اومدم فن خریدم، اصلا لازم نداشتم من اینا. حالا اینم میزنیم این بالا، شاید به دردمون بخوره بعدا. کسی سفارش نره، چیزی لازم نداری، این سوسیس میخوای بیا. الان برات سوسیس میارم. بیا بخور. نوش جونه. خوشمزه است خیلی، نه؟ میدونم ما ساندویچامون خیلی خفنه. باگو ببین چه اتفاقایی میفته، یه دفعه آدم میره تو آسمون. خب فکر کنم میتونم یه سیستم دیگه هم راه بندازم، یا قبل اینکه سیستم رو راه بندازم این مانیتورا رو عوض کنم. نظرتون چیه شما؟ این دوتا خیلی آشغالن، اصلا ریدن تو رخ مغازه. از این نگاه دیگه بندازم ببینم این که چیزی نیورده. چهار تا چیز به درد بخور بیار عزگل دیگه، چیزای بی مصرف هی میدوزن برات میارن. چرا از اول یه نگاه بندازیم ببینیم مانیتورا چنده، اگه اونا رو بفروشم شاید بتونم دوتا مانیتور خوب بخرم. از اول یه نگاه بکنیم ببینیم هلوهوش قیمت ها چجوریه. مثلا مانیتور ها هم فکر کنم $1,000 اینا بود، $1,490 و $1,290. دو تا از این مانیتور ها میتونم بخرم، یکیش فعلا باید بیاد مثلا که بعد اون یکیشو بخرم. یه دونه این مانیتور ها هم تا کسی پشت سیستم نشسته من بفروشمشون. اینو میفروشمش که از این بغل شروع کنیم سیستم ها رو هی بالترشون بکنیم دیگه. این تفنگرم بذار بندازم اون و این زیر این میذارم من تمیزش بکنم، رفته تو مخم خیلی زیاد. آشغالو اینجا جمع کنم. بابا میخوای برینی هم نه، یا برین زیر میز دیگه، جای دم دست برین راحت بشه تمیزش کرد. من نمیخوام این میزو الان وردارم زیرشو تمیز کنم، ولی ور میدارم. به خاطر این حرکت مزخرفی که تو کردی اصلا میزو ور میدارم، سیستمو به هم میریزم، ولی من آشغالو از اونجا پاک میکنم. آخیش راحت شدم. چه چیز تو مخی بود اون یارو، تخم مرغ انداخته بود اونجا. خب میزو میذاریم همینجا، کیس بیاد بالا که مانیتور خفنمون هم تو راه کیبورد. وای وای وایسا اشتباه شد. اینم از موس، فقط مانیتور مونده دیگه. چیزی که جا نمونده صندلیش هم بردم انداختم این طرف. این صندلی هرم بذاریم سر جاش. انواع و اقسام صندلی و میز و مانیتور و موس و کیبورد و من تو این کافینت دارم، یعنی هیچی با هیچی ست نیست. مانیتورم هم رسید، این مانیتور هم میذاریمش اینجا. رخ کافینتمون خیلی بهتر میشه بابا، اونا خیلی داغونن انصافا، عین کافینت‌های عهد بوغه این شکلی. این یکی هم میفروشمش، فعلا لنگ مشتری که نیستیم. نیمدم نایمد. ساعت چنده؟ 11 شد. اوه باید تعطیل کنیم. بذار مانیتور رو بگیرم برم بخوابم، بیام سیستم‌های جدید رو بندازم دیگه. تو زامازور یه دونه مانیتور $1,290 دیگه برای من بفرستید لطفاً. دستتونم درد نکنه، کیفیت مانیتوراتون نسبتاً خوبه. این چرا LCDش سفیده فقط؟ نسوخته باشه، خراب نباشه، کار کرده نندازیم بهمون. آقا حواست باشه، مغازه فعلا تعطیله داداش، مراقبه اینجا باش. الان دیگه خیلی هزینه شده توی کافینت، خیلی حواستو بیشتر جمع کن، به تو هم بیشتر پول میدم. من برم یه چرت بزنم برمیگردم. خب امروز هم خدا رو شکر روز خوبی بود، به اهدافی که داشتم تونستم برسم خدا رو شکر. یه استراحت خوب میکنم، فردا با انرژی برمیگردم میرم توی مغازه. بچه هم مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین که این بازی هم ادامه بدم و بازم ازش واسهتون گیم پلی بذارم، حتما توی کامنت ها برام بنویسید، تمام کامنت هاتون رو میخونم و همشون رو جواب میدم. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم، حتما توی اون دوتا هم جوین بشید. اول ویدیو گفتم که چه کارهایی میخوام انجام بدم. خیلی مراقب خودتون باشید، خدا حافظ. Thank you.